ای خشم به جان تاخته، ای خشم به جان تاخته، طوفان شرر شو، ای بغض گل انداخته، فریاد خطر شو، ای روی برافروخته، خود پرچم ره باش، ای روی برافروخته، خود پرچم ره باش، ای مشت برافراخته، افراخته تر شو، ای حافظ جان وطن، از خانه برون آی. از خانه برون چیست که از خیش به در شو؟ گر شعله فرو ریزد بشتاب و میندیش، ور تیغ فرو ریزد ای سینه سپر شو. خاک پدران است که دست دگران است، خاک پدران است که دست دگران است، هان ای پسرم خانه نگه دارو پدر شو. دیوار مصیبت کده حوصله بشکن، شرم آیدم از این همه صبر، ظفر شو. تا خود جگر روبهکان را بدرانی، تا خود جگر روبهکان را بدرانی، چون شیر در این بیشه سراپای جگر شو. مسپار وطن را به قضا و قدر دوست، مسپار وطن را به قضا و قدر دوست، خود بر سر آن تن به قضا داده قدر شو. فریاد به فریاد بیفزای، فریاد به فریاد بیفزای، که وقت است در یک نفس تازه اثرهاست، اثر شو. ایرانی آزاده، ایرانی آزاده، جهان چشم به راه است، ایران کهن در خطر افتاده، خطر شو. مشتی خس و خارند، مشتی خس و خارند، به یک شعله بسوزان، بر ظلمت این شام سیاه فام سحر شو. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به یکایک جانبازان راه آزادی ایران که در برابر همه ددمنشی، بیرحمی، دزدی و ستمگری ایستاده اند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. چامه رو که در آغاز برنامه شنیدید از روانشاد فریدون مشیری است که گویی درست برای چنین روزی ساختن. امروز کالیفرنیای جنوبی غرق آب باران است. اینقدر باران باریده از دو روز پیش تا امروز که بسیاری از راه‌های داخل شهری رو بستند و رفت و آمد دچار اشکال شده و نزدیک بود که من بخت این رو نداشته باشم که امروز در پیشگاه شما باشم. سخنانی که چند روز پیش آیت شیطان حائری از تلویزیون جمهوری آخوندی پخش کرد واقعا شگفت انگیز بود. حالا من این سخنان رو براتون میخونم و در شگفتم که جهانیان چرا کر و کور شدن. سازمان ملل متحد چی کار میکنه که یک ملای جلنبر دستور صریح کشتن میده بدون قانون؟ و اینکه قانونم خودشون وضع میکنن بدتر از بیقانونی است. آیت شیطان حائری در ویدیویی که از تلویزیون رسمی جمهوری آخوندی ضبط و پخش شد به عنوان یک مقام جمهوری اسلامی، خوب دقت کنید، از رسانه رسمی کشور به اعدام بدون محاکمه 30 نفر از مخالفان نظام پس از دستگیری اعتراف کرد. 30 نفر رو بدون محاکمه اعدام کردن و اعتراف کرد
و گفت که این 30 نفر را عصر بازداشت کردند و به دستور دادستان انقلاب هم شب همگی اعدام شدند. عصری گرفتنشون تا نصف شب اعدام شدند. اینی میگن اجرای سریع عدالت. خنده آوره. همچنین در خطبه ای که ایشون گفتن در خطبه تلویزیونی و دو بار صریحاً به مردم، خوب دقت کنید، به مردم و به نیروی انتظامی دستور داده این آخوند، این توفاله پلیدی که جز زیان و آلوده کردن هوا و محیط زیست هیچ کار دیگه ای نداره، به نیروی انتظامی دستور داده تا جایی که میتوانید معترضین را بکشید و هرچه بیشتر بکشید به نفع نظام است. وی نسبت به دستگیری مخالفان هشدار داد و بازداشت افراد را باعث عزیزتر شدن آنها دانست و گفت نباید با دستگیری معترضین سبب عزیز شدن آنها بشوید. بنابراین خودش میدونه که وقتی کسانی رو میگیرن برای مردم و برای ملت عزیز میشن. با اون به اندازه گنجشک مغزی که داره این رو درک کرده که وقتی اعلام بکنن این گروه رو گرفتن، اینا عزیز ملت میشن. بنابراین میگه دستگیرشون نکنید. نباید با دستگیری معترضین سبب عزیزترین آنها شوید. آنها را فقط بکشید. خیلی شرم‌آوره. و با سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر و عفو بین الملل و و و کور و کرن. آنها را فقط بکشید که در این اظهارات روی صحبت به خصوص در مورد رهبران جنبش صبر بود که صراحتا از بلندگوی رسمی کشور دستور قتل آنها داده شد. این سند در دیوان لاهه و سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری در کنار دیگر اسناد موجود برای محکومیت اینها بسیار مؤثر است. به همین دلیل مزدوران حکومت، ببینید چقدر شور بوده که خان هم فهمیده، مزدوران حکومت با تلاش فراوان توانستند که این ویدیو رو از یوتیوب پاک کنم و علت آن را نقص کپی رایت تشخیص دادم. اما معلوم نیست که با این اظهارات وقیحانه و جنایتکارانه هم کپی رایت اصلا باید گرفت. اگر از انتشار آن میترسید به چه دلیل اجازه پخش آن را میدهید؟ بر روی همیهنان شما میتوانید این را بگردید، در ایمیل ها و در یوتیوب خودتون پیدا کنید یا در دیگر انتشارات کامپیوتری و اینها رو کپی کنید و در داخل و خارج میهنمون پخش کنید که ببینید آخوند با اون عمامه و اون حالت روحانی یک اژدهاست، یک اهریمنه، یک دژخیمه. متوهی که اینقدر ابله و احمق بود، احمق تر از بقیه بوده که این رو اومده توی تلویزیون گفته. خب وقتی یه همچی سخنانی از سوی یک ملا پخش میشه، شما توقع دارید ملت چی کار کنه؟ هی میگن جنبش جنبش صلح طلبانه است، جنبش آرامه، جنبش انسانی است. بله، برای اینکه برآورندگان و برآکنندگان جنبش انسانن، ملت ایرانن، فرهنگ دارن. ولی اون گرگ ها که در اون بالا هستن که اینا سرشون نمیشه. هر چی شما به یک گرگ بگید خب خوش آمدید بفرمایید، اون میخواد شما رو بدره. بنابراین گهگاه از گوشه کنار ضربه هایی که ملت به اینها میزنن و میبینیم که روز به روز هم بیشتر میشه شماره اونها، نشون داده میشه. از جمله همون چند روز پیش ولی الله حاج قلی زاده، شما اسم رو بید. اصلا اسم معلومه این آدم بی سواده. این شده دادستان استان آذربایجان.
ایشون رو سه نفر زدن کشتنش رو گریختن. چرا؟ من اندکی از پیشینه ایشون میگم. ایشون دست کم اونطور که خودش گفته 72 حکم اعدام صادر کرده، 72 تا، و اسم خودش رو با افتخار گذاشته قاضی اعدام. قاضی اعدام، شما توجه کنید، قاضی که باید رؤوف باشه، باید عدالت رو برقرار کنه، اسمش بذاره قاضی اعدام. و حالا همین قاضی اعدام اعدام شد خودش. این شطوریست که در خانه خودش هم خوابید. پریروز سه تن از ماموران امنیتی ایران در محور جاده خاش زاهدان در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. سه تا مامور امنیتی. مردم به جان آمده ایران، این آخرین خبره. روز یک شنبه ساعت 7:30 پس از نیم روز سه تن از ماموران امنیتی نظام را که در خودروی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی حرکت می کردن و قبلا شناسایی شده بودند به رگبار گلوله بستند و آنها را کشتند و با خودروی که در اختیار خودشان بود گریختند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان به نام آقای محمد عرب ضمن تایید این حادثه اعلام کرد که در برخورد و درگیری با افراد مسلح سه تن از ماموران پلیس خاش شهید شدن. ایشون گفته، یعنی تایید شد خبر. محمد عرب اعلام داشت افراد مسلح ساعت 19:45 به سمت خودروی مامورین محور خاش زاهدان شلیک کردن. این حادثه در 50 کیلومتری زاهدان رخ داده. وقتی یه ملا میاد اون حرفو میزنه، پاسخشو مردم اینطوری میدن. به هر روی همیشه نمیشه که در برابر مشت گل تعارف کرد، ولی این عملی که مردم انجام میدن پاسخ اون ددمنشی های اونها، وگرنه 8 ماه این ملت با آرامش و با صبر و شکیبایی و انسانیت روبرو شد و هی اونها کار رو سخت‌تر کردن، مجازات رو بیشتر کردن، تا جایی که هر کی به حضرت خامنه‌ای اهانت کنه محاربه با خداست. اصلا محاربه با خدا یعنی چی؟ مزخرفات چی ساختی؟ تو چی کاری خدایی؟ اگه محاربه با خداست بس خدا جوابشونو بده. این یاوه ایست که اون خمینی در دهان مردم انداخت و زیر این لغت پلید به کشتار پی در پی مردم ادامه داد و بعد به اینها رسید. ارث پلید و منحوسش به اینها رسید. از خبرهای دیگر، ایران بنزین ونزوئلا را لیتری 239,000 تومان میخرن. باید با آقای چاوز یه چیزی بده آقای احمدی نژاد دیگه. بنزین ونزوئلا را لیتری 239,000 تومان میخره. شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت در یک اقدام کاملا غیر کارشناسانه قیمت فروش هر لیتر بنزین ونزوئلا را 239,000 تومان اعلام کرد. یعنی رسما اعلام کرده شرکت نفت. شبکه اطلاع رسانی شرکت نفت ایران به نام شانا. بر اساس خبر منتشر شده بر روی سایت اطلاع رسانی رسمی وزارت نفت به نقل از روزنامه ال یونیورسال ونزوئلا، ایران هر لیتر بنزین ونزوئلایی را حدود 239,000 تومان خریده. چرا؟ برای اینکه لج کنه با کسانی که میخوان تحریم بنزین بکنن در ایران. اینقدر ابله بعد میاد بگه ما بنزین داریم دیگه، ما بنزین داریم. این 239,000 تومان پول هر لیتر بنزین داری میدی؟ آدم نیمه دیوانه، آدم دیوانه.
بعد خیال خود جلوی تحریم رو گرفتی. تحریم یعنی همین که پدر ارز تو رو در بیارم، پدر پول ایران رو در بیارم. این در حالی است که بر اساس بولتن رسمی وزارت نفت در شرایط فعلی قیمت هر تن بنزین در بازار خلیج فارس 756 دلاره. هر تن، نه هر لیتر، هر تن بنزین در بازار خلیج فارس 756 دلاره و اینا هر لیتر رو خریدن 239 دلار. بله، سایت شانا در حال این خبر را منتشر کرد که گفته می شود اولین محموله 20,000 بشکه‌ای بنزین مورد وعده ونزوئلا به ایران ارسال شده. هر لیتری هم 239,000 تومان، که البته خب اونجا هر 1,000 تومانی 1 دلار 239 دلار میشه. در صورت تبدیل 20,000 بشکه بنزین به تن، هر تن بنزین 8.1 بشکه می شود و ونزوئلا 2,450 تن بنزین به ایران ارسال کرده که در صورت محاسبه رقم 800 میلیون دلار مورد تاکید شانا برای خرید این مقدار بنزین از ونزوئلا، در واقع ایران بنزین ونزوئلا را 329,000 تومان دلار به هر تن خریداری کرده است. 329,000 دلار خریداری کرده. بر این اساس بنزین ونزوئلایی برای ایران حدود 239 دلار یعنی معادل 239,000 تومان میشه. به گزارش سایت اطلاع رسانی شانا، به نقل از روزنامه ال یونیورسال ونزوئلا، رئیس جمهور ونزوئلا در سفر اخیر خود به ایران اعلام کرده که به منظور جلوگیری از تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران، 20,000 بشکه بنزین را به قیمت 800 میلیون دلار، فقط 20,000 بشکه رو، 20,000 بشکه را 800 میلیون دلار پول این ملت بدبختی که اون ملای پلید میاد میگه دونه دونشون هم بکشید، حتی دستگیرشون نکنید، تو همون خیابون بکشینه، پول اون ملت رو دارن میدن به آقای چاوز. خب منم جای آقای چاوز بودم، اون یارو رو سریه رو میداختم گردنم، میگفتم منم طرفدار فلسطینیام. برای که همچی ابلهایی رو وقتی میبینه باید از شو چیز استفاده کنه، بهتره بگم سوء استفاده کنه. بی خود نیست آقای چاوز، از اون ور دنیا، از آمریکای جنوبی میاد به هواداری فلسطین برای احمق کردن آدمهای احمقی مانند خامنه ای و احمدی نژاد. بیشتر خبر آنلاین، بیشترین خبری که در آنلاین موجود است در خصوص قرارداد خرید بنزین از ونزوئلا است که برخی رسانه ها به آن دامن زده بودند و دولت هم با اطلاع رسانی مبهم بیشتر به آن دامن زد و در قالب پشت پرده خرید بنزین از ونزوئلا باید دید چه خبر است. ولی گویا هنوز مجموعه روابط عمومی وزارت نفت که با کم اطلاعی از مناسبات حاکم بر قراردادهای نفت و گاز و به دلیل نگاه غیر کارشناسانه خبر نداشتن که پشت پرده آقای احمدی نژاد رفته اونجا چه پلیدکاری کرده، بنابراین روابط عمومی وزارت نفت اینو پخش کرده ولی پاسخهای بعدی رو نتونسته بده. بنابراین این خود اونها هم که آدم های ناوارد، مثلا رئیس جمهور، شما فکر بکنید چه غلطی میتونه در ایران بکنه؟ رئیس جمهور که رئیس جمهور واقعی نیست که، یه منشی اون آخوند بعدی آقای خامنه ایه، حالا توش موندن، خبرها رو هی مبهمتر پخش میکنن. ولی خبر رسمی رو شانا داده و گفته ما این بنزین رو خریدیم. از ونزوئلا هم که اعلام کردن که بله این 20,000 لیتر رو ما فرستادیم. بله، و اینها همه در اثر نگاه غیر کارشناسانه و ناخواسته به افزایش ابهام و منفی نگری به عملکرد دولت به اصطلاح خادم ملت قرار دارند. چوب حراج یعنی چی؟ چوب حراج یعنی این. بالاخره یه جوری باید خودشون رو حفظ کنن دیگه.
حالا این نفت و بنزین میارن، مردم که استطاعت این کار رو ندارن که. بنابراین عجیب ملت 239,000 تومان برای هر لیتر رفته، یه 1,000 تومان هم لابد از هر کسی میگیرن که بنزین بهش بزنن. بنابراین میشه 240,000 تومان از سرمایه ملی برای یه لیتر بنزین از ایران خارج شد. این دولت، دولت خادم ملته. اون وقت با نهایت وقاحت، ببینید برخی از دوستان زنگ میزنن میگن آقا شما چرا میگید این احمدی نژاد آدم خولیه؟ نه، این آدم بسیار پررویه. پاسخ این است که این آدم خول پررویه. یه آدم پررو دست کم میدونه چه جور حرف بزنه. این خول پرروه، در عین خول بودن وقیحه. اون وقت میاد میگه در عرض 3 سال آینده ایران میشه یکی از آبادترین کشورهای جهان با این سیاستی که آقا داره. دوستان دو نکته رو از من پرسیدن تا من به بخش بعدی برسم. این دو نکته رو من حضورتون بگم. یکی پرسیدن تحویل سال، چون امروز 20 ژانویه است، درست 2 ماه به نوروز باستانی ایرانی مانده. تحویل سال رو خواستن، من هم در تهران رو خدمتتون میگم هم در لس‌آنجلس، با نگرش به این که الان در آمریکا یعنی در کالیفرنیا 1 ساعت ساعت‌ها رو برگردوندن به عقب، ولی در ایران این ممکنه هنوز انجام نشده باشه، محاسبه این کار شده. تحویل سال نو ایرانی در تهران روز شنبه 29 اسفند، همیهنان میتونن یادداشت کنن، تحویل سال ایرانی روز شنبه 29 اسفند ساعت 10:32:13 بامداد هست. بنابراین بامداد روز شنبه 29 اسفند ساعت 10:32:13 سال نو در ایران تحویل میشه. و روز یک شنبه اول فروردینه. بر این پایه روز شنبه رو فقط روز عید میگن اصطلاحا در ایران، ولی روز یک شنبه اول ساله. و اما تحویل سال در لس‌آنجلس ساعت 9:02:13 پس از نیم روز شنبه 20 مارچ سال 2010 ترسایی. بنابراین یک بار دیگه من در لس‌آنجلس رو براتون میگم، ساعت 9:02:13 پس از نیم روز شنبه 20 مارچ سال 2010 ترسایی. و اما برنامه های من رو به علت اینکه خوشبختانه الان 2 ماهواره به سوی اروپا و ایران کار داره میکنه خواستن خدمتتون میگم. چهارشنبه ها مانند امروز، اگر امروز برنامه رو میبینید و چهارشنبه هست، بدونید برنامه زنده است. چهارشنبه ها 8 تا 9 بامداد به زمان لس‌آنجلس برنامه تاریخ زنده است. پنجشنبه ها 7 تا 8 بامداد به زمان لس‌آنجلس، 7 تا 8 بامداد بله تاریخ بازپخششه. آدینه ها 6 تا 7 پس از نیم روز در پهنه بیکران زبان پارسی زنده است. و دوشنبه ها 8 تا 9 بامداد بازپخش اون خواهد بود. این رو هم برای آگاهی همیهنانی که گفتن یک بار دیگه بگیم گفتش. اما گفتم که برنامه تاریخ، بنابراین یک نگاهی به تاریخ 100 ساله ایران میکنیم. و چون فعلا همه چیز برای شناساندن ملا و آخوند هست، در این زمینه سخن میگیم. میدونید که در کیش اسلام 2 نوع مالیات رو باید مردم بدن به اصطلاح بیت المال، یکی خمسه و یکی زکات. تا قبل از بهمن 57
مله ها میگفتن اون دولت، دولت ایران، هر دولتی حالا از قاجاریه بگیری تا 22 بهمن قاسبه، بنابراین خمس و زکاتتون رو نروید به اونها بدهید، بدهید به ما. خب ملت یه جا باید مالیات میداد، یه جا این مفخورها که نه مالیات جان میدن یعنی به سربازی نمیرن و نه مالیات پول میدن یعنی مالیات اصولا نمیدن، اینا میگن حالا بدید به ما بریزیم تو جیبمون. و بسیاری از نادانها و قشریون و مقلدان میبردن میدادن و این مفخوران میخوردن و کاری هم نبودن. آخه شما نگاه، یک من نمیدونم ما ملت چرا توجه نمیکنیم. یه حساب ساده، این همه آخوند در داخل ایران، این همه آخوند کدومشون کار میکنن؟ کدومشون مولدن؟ کدومشون پول در میارن؟ کدومشون سربازی رفتن؟ کدومشون نظام رفتن؟ کدومشون در یک کار آبادانی شرکت کردن؟ ولی همه هستن، هم خودشون هم اونایی که پس میندازن، یکی دو سه تا زن دارن، در 15 تا بچه، اینا سوار دوش ملت ایران هستن بدونی که کاری بکنن. ما میبینیم که هر ایرانی، من همین الان توی همین تلویزیون میبینم از جوان 18-19 ساله تا آدم های 70-80 ساله همه دارن کار میکنن و در برابر این کار پول میگیرن، مالیاتشون هم میدن، هم پولو زحمت میکشن کار میکنن هم مالیات میدن. آخوند چی کار میکنه در ایران؟ شما یه آخوند به من نشون بدید یه کار تولیدی داره. اینایی هم که بعد از انقلاب اومدن و معدنها رو تصرف کردن و نمیدونم سازمانها رو تصرف کردن، اینا فقط اون منافع رو میذارن جیبشون، دخالت در اداره ندارن، دخالت بنیادگذاری ندارن. مفتخور، اصلا لغت مفتخور دقیقا به آخوند اطلاق میشه. میتونیم بگیم دو قرتونه میشونن باقیه مردم هفت سالن بکشنشون چون ما میخواییم مفت بخوریم. به هر روی این داستان خمس و زکات بود. زمانی که اینها آمدن و سوار کار شدن، خوب یادمه آقای رفسنجانی یک بار گفت، حالا زمزمه بلند شده بود که خب آقا اگه از الان به بعد ما باید خمس و زکات بدیم، بنابراین مالیات دیگه نباید بدیم، چون اون دولت قاسب بوده، حالا شما دولت غیر قاسب هستید آمدید. خیلی خوب، یا مالیات یا خمس و زکات. حرفشون منطقی بود ملت ایران که آقا حالا که دیگه به قول شما دولت قاسب نی، حالا که دولت دولت دینیه، پس خمس و زکات فقط بگیرید. دیگه در اسلام ننوشتن هم خمس و زکات هم مالیات. آقای رفسنجانی مسئله پول دیگه، اومد گفت نه 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 نه، خمس و زکات به جای خودش، مالیات هم به جای خودش. چرا؟ برای اینکه اگه فقط خمس و زکات میشد، اون زمانی که گفتم خمس و زکات، برای اینکه اون خمس و زکات صرف ارتش بشه، صرف آبادانی بشه، صرف هر چی بشه، صرف حکومت، حالا حکومت هر چی هست. ولی آقا میبینه اگه میگفت فقط خمس و زکات، وقتی که چیز تو جیبش خودش نمیرفت که، باید همه رو خرج مردم و خرج ارتش و آبادانی و فلان رو بکنه، آموزش و غیره. اومد گفت نه، مالیات سوا، خمس و زکات سوا. چه؟ کجای قانون اسلامی نوشته که مالیات و خمس و زکات جداست؟ حالا گفتم چون برنامه تاریخیه، من یه چون گفتار در زمینه خمس و زکات آغاز شد، میریم یه نگاهی میکنیم به این 100 سال گذشته، ببینیم که آیا این خمس و زکات چه اثراتی در کارهای اجتماعی ما داشته. من از سامان عزیز مهندس نصیری خواهش میکنم، چون باران واقعا امروز هنگامه کرده در لس آنجلس و بسیاری از راه ها رو بسته، یه ترانه ای که اگر راجع به بارون باشه بگذارن بسیار سپاسگزار میشم. برمیگردیم اون وقت راجع به خمس و زکات با شما سخن خواهیم گفت. بله، زمستان میره پشتش بهار. این فیلم کوتاهی رو که دیدید ابتکار دوست ارجمند من دکتر جمشید وحیدی است که در سینمای دستی خانگی ساخته بود و میدونید که با نبودن وسایلی همچی کاری رو پدید آوردن بسیار دشوار، در این حال هنرمندان است. بله، درباره خمس و زکات داشتم میگفتم. حدود 100 سال پیش یک کمپانی یا یک شرکت
بلژیکی آمد با چند بازرگان ایرانی قراردادی بست که قند بسیار خوب و قشنگ و زیبای مکعبی بلژیکی رو وارد ایران کنه و این کار انجام شد و قندهای بلژیکی وارد ایران شد به وسیله یکی از نماینده شرکت بلژیکی هم وارد ایران شد و در تهران با خریدارانی که بازرگانانی بودن قراردادشون رو بستن و این قند آمد و بسیار مورد توجه مردم قرار گرفت. آخوندا بو میکشن خوب. بو کشیدن دیدن مثل که اینجا یه پولی داره میاد و خرج میشه و بلژیکی ها دارن میان و میگیرن خارجی. او بیایم بچسبیم به این مسئله که اینا خارجی هن و این قند رو سهم ما رو باید بدن. اگر ندن پدرشون در میاریم. پیغام پسخانی به وسیله عواملشون دادن و بازرگان ها رفتن پیش نماینده بلژیکی. گفتن آقا اینجا این مله ها سره بلند کردن پول میخوان. گفت مگه میشه یک روحانی بخواد؟ گفت آخه اینا به عنوان خمس و زکات میگن که این شرکت یا این شماهایی که هستید باید خمس و زکاتتون رو بدید. گفت من نمیدونم، من اهل رشوه نیستم. نماینده بلژیکی گفت. خبر به آخوند رسید. بعد بلافاصله دو سه تاشون جمع شدن یه فتوا صادر کردن. گفتن که قند بلژیکی به دست غیر مسلمان ساخته میشه و استخوان نمیدونم مرده ترشه، سفید از این جهت شده، بنابراین حرامه. قند بلژیکی نخورید که حرامه. خب 100 سال پیش هم مردم هنوز این صابونه آخوند تنشون نخورده بود، هنوز روشن نشده بودن، هنوز به خارج نرفته بودن، هنوز نمیدونستن دنیا دسته که، هنوز خیال میکردن اینا واقعا یا آدمهای پاکی هستن. بسیاری از اینها آدمهای ملت ایران عقب افتاده بودن، نخوردن. ناگهان فروش قند پایین اومد. بازرگان ها گفتن به نماینده بلژیک، دیدین گفتیم ما آخه اینجا ایرانه، اینجا که بلژیک نیست که. خب چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یه پولی باید به عنوان خمس و زکات بدیم به اینا. بردن و دو دستی تقدیم آقایون کردن. بلا فاصله اومدن نشستن ببینن که چه جوری میتونن اینو حلش کنن. آیت الله ها تبصره ای به اون تحریم قند اضافه کردن. گفتن بله قند بلژیکی حرامه، اما اگر قبل از اینکه بگذارید در دهانتون قند رو بزنید توی استکان چایی و این چایی به خودش بکشه حلال میشه. و اگه دقت کرده باشید بسیاری از قدیمی ها هنوز هم قند رو اول میزنن تو چایی بعد میزنن دهنشون، برای اینکه اون در 100 سال پیش اینجور بهشون تلقین شده بود. ببین ملت ما چی میکشه از دست اینا. از هر زاویه که شما نگاه کنید اینها خونه این ملت رو میکیدن. بلند میشن میرن، در قدیم اینطور بود، حالا البته خوشبختانه وسایل خیلی نزدیک شده، روستایی ها به شهر میان، شهری ها به روستا میرن. اینا میرفتن سوار الاغ یا اسب میشدن، میرفتن در این روستاها، از اسب که میپریدن پایین جفت میزدن پایین، میگفتن ما سید، مثلا اسمش حتی اگه هرچی هم بود میگفتن مثلا من سید علی هستم، سید محمد هستم، سید باقر هستم. و میرفتن تو اونجا از روستایی ها زیباترین دخترها رو میگرفتن، برای اینکه روستایی ها معتقد بودن که این آقا سیده و نوه ما میشه اولاد پیغمبر. بسیار نمونه از این داریم. به همین دلیل در اصطلاح مردم اون موقع سید جفتی معمول شد، یعنی کسانی هستن که سید نیستن، میرسن به روستا میپرن پایینم جفت که میذارن میشن سید دیگه، تو اون روستا سیدن. از هر دیدگاه اینها مفتخوری کردن. به هر روی در مورد قند بلژیکی گفتم. حالا یک کمی میایم جلوتر دیگه، اینو من فکر میکنم بسیاری از ماها یادمون باشه. در دهه 40، یعنی وقتی میگم دهه 40 یعنی از 31 تا 39، در دهه 40 این بسیاری اشتباه میکنه، من یه توضیحی اینجا بدم. بسیاری گمان میکنن وقتی ما میگیم دهه 40 یعنی از 41 تا 50، نه، چون از صفر، از 1300 تا 1310 میشه دهه اول،
از 1311 تا 19 با اینکه الف یک جلوشه ولی میشه دهه دوم، از 20 تا 29 دهه سوم یعنی دهه 30، از 30 به تا 40 میشه دهه چهارم یا دهه 40. اگر یادتون باشه برای نخستین بار نوشابه پپسیکولا آمد به ایران. خب میدونیم که آقای ثابت پاسال باهایی بودن، ولی خب یک ایرانی مبتکر بودن، یک ایرانی بازرگان موقع شناس بودن، یه بازرگان آگاه بودن، اومدن پپسیکولا رو وارد ایران کردن و دستگاهی هم ساختن و پشت شیشه هم نشون میدادن. ما خودمون یادمونو میرفتیم جاده کرج اولش نگاهیم سیم نگاه میکردیم کردن شیشه ها رو و شروع کردن به آوردن و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت. نوشابه گازدار بسیار خوب و بسیار هم ارزان. دوباره آخوندا بو کشیدن، دیدن چیکار کنن، گفتن این باهایی پپسیکولا خوردن حرامه، پپسی نخورید. خنده دار اینجا بود، مثلا کوکاکولا رو که البته کوکاکولا زرنگی که از زودتر اومد دم آخوندا رو دید، اونو تحریم نکردن، پپسی رو تحریم کردن و گفتن این نباید خورد، پپسیکولا نباید خورد. خب یعنی فتوا هم صادر کردن که نباید هر کسی بخوره گناه داره و مثل این بمونه که حسین رو در کربلا شهید کرده، از این پرت و پلاها. یکی دو نفر زرنگ اومدن شرکت کوکاکولا، شرکت پپسیکولا و جریان رو گفتند، اینا از عوامل آخوندها بودند و به نمای اونها یه مبلغ کلانی به عنوان خمس و زکات دوباره دادن به اون آقایانی که عمامه هاشون هی گنده تر و گنده تر می شد و دو دستی دادن به اون اشخاص. خب اینا گفتن که پپسیکولا حرامه، چطور حالا بگن حلاله؟ آمدن تبصره‌ای بر فتوا گذاشتن، گفتن ما گفتیم خوردن پپسی با شیشه حرامه، یعنی اگه شیشه رو بذارید دم دهنتون بخورید این حرامه، ولی اگه بریزین تو لیوان، توی لیوان، تو دو تا لیوان بریزید حلال میشه، اشکالی نداره. و باز پولا رفت تو جیب ملا. حالا اگر یه سالی نمیدادن یا مثل که هر دو سال یه بار باید ریش و سیبیل آقایون رو چرب میکردن، اون وقت باز یه دلیل می آوردن که ها اینه پپسی هایی که ما دیدیم تو لیوان هم حرامه. یعنی اینها همیشه سوار کول نادانی مردم میشن، وگرنه اگه مردم نادان نبودن آخه چه فرقی داره پپسی تو شیشه یا تو لیوان؟ چه فرقی داره قند مستقیم بذاری دهنت یا بذاری تو چایی بعد بزنی دهنت؟ ولی مردم ناگاهن. بزرگترین هنری که ما داریم و باید داشته باشیم مبارزه فرهنگی با آخونده، مبارزه فرهنگی، مردم رو بیدار کنید از دیدگاه شعوری و فرهنگی، دیگه آخوند و کورش باید ببنده. باز جلوتر میاییم، در دهه 50 خورشیدی ماشین های لباسشویی وارد بازار شد و خانواده های مختلفی آرام آرام اومدن و ماشین های رخشویی رو خریدن و خیلی خوب استفاده شد. برخی از همین قشنیون و مقلدین مراجعه کردن به آخوندها که آقا این لباسامون ما توی ماشین بشوریم پاکه یا نجس میمونه؟ آخوندم که منتظر پوله رو بگیره دیگه، نه نجسه، برای که کور نیست، باید سه وجب در سه وجب در سه وجب آب باشه، این که گنجایش اینقدر نداره. بنابراین ناگهان بازار ماشین لباسشویی اومد پایین، دوباره دیگه روشن بود دیگه پول برسه فتوا عوض میشه، دوباره آمدند و پول رو گرفتن، فتوا رو تبصره دادن که بله چون این ماشین ها به لوله کشی آب شهر وصله و لوله کشی آب شهر هم به اون منبع بزرگ آب وصله، بنابراین این پاکه، اشکالی نداره، نجس نیست، چون پول رفت تو جیبشون.
از این نمونه ها بسیار بسیار فراوان ما داریم در همین زمینه نجس بودن و غیر نجس بودن و کور بودن و غیر کور بودن اینها. چند سال پیش علیه نزدیک میشید یک مقدار بسیار زیادی تیراهن از چین وارد گمرک ایران شد، خیلی زیاد. کارشناس اداره استاندارد نظر داد که حالا دیگه زمان آخونداست دیگه، نظر داد که این تیراهن‌ها مقاومت شایسته رو اونطوری که تیراهن‌های بلژیکی و آلمانی دارن ندارن و آهنشون نرمتره، بنابراین اجازه خروج نداد. اون کارشناس اجازه خروج نداد. این نظریه باعث شد که تیراهن گران شد و اون تیراهن‌های چینی هم رو دست تاجرش بود. بازرگانی که وارد کننده این بود دیگه رو بلد بود، حالا آخوند فرمان روا بود دیگه، رب پیش آخوندی که ظاهرن هم ایکل شلواری بود باطنان آخوند بود، رئیس اداره استاندارد ایران، و رفت و از همون حافظه تاریخیش استفاده کرد و پولو تقدیم کرد و راه البته اومد وسط و جوش داد مطلب رو تموم کرد و یه باجی داد، حالا اسمشو خمس و زکات میذاره برای که حلال باشه و اینا، کاری نداریم. و به فاصله دو ماه این مشکل تیراهن‌های چینی حل شد و اداره استاندارد اجازه خروج داد و تیراهن‌ها اومد و مصرف هم شد. حالا چند جا ریخته شده، چند جا آوار اومده و اینا، دیگه آماری در دست ما نیست. بعد میرسیم به مسئله شیلات. زمانی که دولت ایران با روس‌ها قرارداد شیلات رو بستن، روس‌ها امتیاز گرفتن ماهی خاویار رو داشتن، همه چی رو داشتن و شروع کردن به گرفتن خاویار از ماهی‌های خاویار. خب این نسل این ماهی در داشت از بین میرفت. چرا؟ چون صیادهای محلی هم ماهی‌ها رو صید می‌کردن، حتی بچه‌ها نمی‌دونم، به هر حال همه جمعیت گیلان و مازندران هم که کم نبود اونا چی دیدن؟ روسا دیدن داره ماهی اوزونبروم یا ماهی خاویار از میان میره و این ضرر بزرگی است برای صادرکنندگان خاویار از روسیه. اصلا خاویار ایران در روس در اروپا به نام خاویار روس معروفه. اصلا اینا نمیدونن. من با یکی دو تا از اروپایی سخن گفتم، گویا مال شما نی، مال روسیه است، خاویار روس. البته در زمان دکتر مصدق این شرکت شیلات ملی شد و اونها مردم گرفت. بعد چون گفتن ماهی اوزونبرون فلس نداره و حرامه، حرام گوشته، ناگهان شکار ماهی کم شد، تولید مثل زیاد شد، خاویار رو روس‌ها گرفتن، منافعش تو جیب روس‌ها. تا اینکه آقایون خودشون اومدن. حالا که خودشون اومدن دیگه مسئله خاویار اینا نیست، ماهی هم زیاد شده. برای اینکه ماهی در ایران کمه و گرانه، آمدن گفتن بله، با ذره‌بین ما نگاه کردیم دیدیم فلس داره، بنابراین اوزونبروم حلاله. یکی دو سال پیش، منم وقتم زیاد نیست، مهندس نصیری وقت من دو دقیقه است، بله، شرکتی به نام شرکت تجارتی محسن برنج هایی رو از هند در بسته‌بندی هایی به همین نام به نام برنج محسن وارد کردن و یه تبلیغات گسترده هم در این زمینه انجام دادن، به طور این برنج فروش رفت که حتی در گیلان و مازندران که مرکز برنج ایرانه، در اونجا هم بازار رو این برنج در دست گرفت. وقتی که این برنج پخته میشد یه قدری مشکوک به نظر رسید و اون این بود که چون هر چه پخته میشد به هم نمیچسبید و در حالی که برنج نشاسته داره بعد به هم بچسبه، اومدن بررسی کردن، یه آدم پاکدل بیکار که واقعا در این حکومت باید این آدمای پاکدل رو، آدمای بیکاری مگه تو، در آزمایشگاه هایی که در استان مرکز استاندارد ایران بود آزمایش کرد
و پی برد که این برنج ها رو وقتی که میان میشورن میان بیرون با یک مواد سمی خطرناکی مثل آرسنیک و سرب آغشته شد. بنابراین این برنج نمیچسبه به هم و این خطرناک. این خبر به رسانه ها کشیده شد، تبلیغ برای برنج یاد شده رو دولت ممنوع کرد، ممنوع کرد و حتی گروهی هم آمدن از بازار اینها رو جمع کردن. بازرگان برنج محسن حافظه تاریخیش خوب کار میکرد، رفت سراغ خمس و زکات، به اونجایی که باید بده داد و تقدیم کرد و اونها هم به رئیس اداره استاندارد یا به خود استاندارد، رئیس اداره استاندارد داد یا به ملاها داد که بهش دستور بدن. دستور دادن که اولا اون آدم بیکار رو توبیخ کنن که غلط کردی، تو این کار کردی. دوم اعلام کردن که نه، این برنج ها هیچ اشکالی نداره و سلامت کامله. و دوباره تبلیغات رو بسیار گسترده تر از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران آغاز کردن و در نتیجه دوباره شروع شد. حالا اگه همسر همون آخوند یا همون رئیس اداره استاندارد می اومد این برنج رو می پخت، صبح داغش می دادن که آقا این برنج سمیه، تو چرا درست کردی؟ در هر حال مالک برنج محسن راه و رسم بازاریابی رو بلد بود و به خوبی می دونست که در کجا پول رو خرج کنه تا دوباره بازار به دستش بیاد. داستان خمس و زکات سالهاست ادامه داره و بر زیر چتر این نام مفتخوری های فراوانی است که از سوی آخوندها انجام میشه. بینندگان ارجمند، زمان من در اینجا به پایان رسید. با سپاس از یکایک که شما که وقتی از برنامه خودتون، برنامه زندگی خودتون رو به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.